ستور حکم زندان و شلاق برای سه هنرمند جوان ایرانی با اعتراض نهادهای داخلی و بین‌المللی مدافع آزادی بیان روبرو شده. در روزهای اخیر مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ایرانی، به اتهاماتی مثل توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در مجموع به بیش از 20 سال زندان و 200 ضرب شلاق، و کیوان کریمی مستندساز نیز به 6 سال زندان و تحمل 223 ضربه شلاق محکوم شدند. عباس معروفی، نویسنده، ناشر و عضو کانون نویسندگان ایران، به بخش فارسی سری آمریکا گفت که صدور چنین احکام سنگینی که پیشتر در مورد روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی صادر می‌شد، نشان می‌دهد که دایره سرکوب حکومتی به حوزه فرهنگی نیز کشیده شده است. مدت ها بود که فقط تو فضای سیاسی و فضای مطبوعاتی، یعنی با روزنامه نگارا این کارا رو میکردن، با هنرمندا یه همچین رفتاری نداشتن. ولی خب این نشون میده جمهوری اسلامی رو به سوی تعقل نداره، یعنی مدام داره تو خودش چرخ میزنه و تجربه های غلطش رو تکرار میکنه، و این نشانه بربریت یک نظامه که نمیخواد رو به سوی تعقل بیاره و نمیخواد روی، یعنی فکر کنه تو قرن 21 داره زندگی میکنه، هنوز تو قرن اول هجریه و همینجور احکام سنگینی که معلوم نیست دلیلش چیه. و الان هم همینه، یعنی قوه قضاییه چیز جدا از بدنه جمهوری اسلامی نیست، قوه مجریه هم چیز جدا نیست. خب یه جاهایی نمیدونم آسفالت میکنن، سد میسازن، نمیدونم خیابونا رو تعریض میکنن، درست میکنن، اون یه کار دیگه است. ولی تو کار فرهنگی هر نظامی باید رو به تعقل داشته باشه. احکام صادر شده برای این سه هنرمند جوان ایرانی در مرحله تجدید نظر قرار دارد.